خیلی خوش اومدید. امشب در خدمتتون هستیم با یکی از دسرهای بفرمایشامی اموروهامی که من در شب بفرمایشام خودم در کنار اون باقلوای ملل این رو هم سرو کردم که فرشته خانم خیلی دوست داشت و نمره 10 رو به این داد. این دسر میشه که هم باقلوا هست هم باقلوا نیست. در واقع این رو بهش ترکا کنافه میگن که شما خمیر رشته کاتایف رو باید تهیه کنید. اینها رو فروشگاه عربی و ایرانی دارن، حتی فروشگاه ترکی. اینها رو با چاقو یا با قیچی خرد میکنید، نه خیلی ریز نه خیلی درش، حالا بهتون نشون میدم توی فیلم. اینها باید با کره قاطی بشه. یه کاری که من میکنم که مزهش بهتر بشه این هستش که آرد بادوم به روش باقلواهای ایرانی یک کمی قاطی اون رشته ها میکنم. این هم ریچترش میکنه، غنیترش میکنه، هم خوشمزه ترش میکنه. یکمی هم میبره سمت طعمایی که ما دوست داریم. پنیر ماتزارلا هست. پنیر ماتزارلای بدون نمک باید باشه. پشتشو باید حتما بخورید. این از اینها هست که پنیر گوله‌ای داخل آب هست ماتزارلا. بعضی ها 2%، 3%، 4%، 6% سدیم داره. سدیم باید 0% باشه، یعنی نمکش باید 0 باشه که اون طعم شوری رو به باقلواتون نده. این رو باید خیلی دقت بکنید. من هل هم استفاده میکنم داخل شیره‌ای که درست میکنم و همچنین زعفرون. زعفرون هم باعث میشه که بوی خوبی پیدا کنه، هم مزه خوبی و هم رنگ خوبی. اینها رو من علاوه بر اون رسیپی ترکیش اضافه میکنم. پسته هم باید پود بشه، پسته خام، نه پسته یه وقت پسته شور برای این کار استفاده نکنید. پسته خام باید پود بشه که برای روش تزیین میشه. میتونید داخلش هم ازش استفاده بکنید. بعضی ها این کار رو میکنن که شیره انگور یا شیره خرما زمانی که میخوان کره رو داخل قالب بمالن که اینها رو پرس کنن و درست کنن بهش اضافه میکنن. این باعث میشه که رنگ بهتری پیدا کنه، حالت مثل کرم کالامل چطور رنگش قشنگ میشه، دور اون یکم اون رنگ رو بگیره به خودش، هم مزه بهتری پیدا کنه. من برای این مدل دسر این قالب ها رو استفاده میکنم. اکثرا قالب های مثل بشقاب یا سینی استفاده میکنن. این به نظر من بهتره چون عمق بیشتری داره و شما میتونید پنیر بیشتری داخلش بریزید، پس خوشمزه تر میشه و دیگه این مرونور کردن نداره و این وقتی آماده شد هم پشتش برشته میشه، هم سطح روش برشته میشه و خیلی راحت برش میگردونید با یه ظرف رو استفاده میکنید. حالا میریم که مراحلش رو من به شما نشون بدم تا یه دستر اموروهامی خوشمزه رو در بیاریم. شهد، 1.5 کاپ شکر، 1 کاپ آب، زعفران و 1 قاشق. خب دوستان عزیز، این خمیر خطی خمیر کاتایف هست یا همون کاتایفی هم بهش میگن عرب ها و ترک ها. این خمیر رو میتونید از فروشگاه عربی، ترکی یا حتی فروشگاه ایرانی هم خیلی هاشون رو دارن، به صورت یخ زده فروخته میشه. به این شکل هست، انگلیسیش میشه shredded dough، یعنی اینکه خمیری که رشته رشته شده. این رو باش این باقلواهایی که میتونید ببینید، باقلواهایی که اینجوری میپیچن لاش پسته و گردو و اینها میزنن، این رو باهاش درست میکنن. ولی ما همین خمیر رو میگیریم و با کارد یا قیچی، حالا هر چی میشه، این رو به تیکه های کوچکتر تقسیم میکنیم، نه خیلی ریز. مثلا بعضیا یخ زده‌شو میذارن توی مخلوط کن، اون اصلا خوب نمیشه. ریزش کنیم دیگه، به اندازه مثلا شاید 1/3 بند انگشت کافی باشه. یه همچین ابعاد این رو میبریم. بعد کاری که میکنیم اون رو با کره بدون نمک unsalted butter قاطی میکنیم. کره یه وقت نمک نداشته باشه. پسته ما استفاده میکنیم. پسته، این پسته ایرانی یا پسته کالیفرنیایی هست مدلش. یک پسته دیگه هست که من الان اون رو ندارم ولی عکس توی برنامه بفرمایشام هم ازش گرفتم براتون میگذارم، پسته ترکی هست. پسته های ترکی کشیده تر هست و دراستر هست قیافش و سبزی بیشتری داره. این که میبینید باقلواهای که توی این فروشگاه ترکی میفروشن خیلی اون پسته سبزه، به خاطر اینکه اون مدل از پسته هست که قیمتش هم خب بالاتر از این مدل پسته هست. این پسته دوستان خیلی قیمت‌ها رو میپرسن. این پسته توی کانادا هلوهوش کیلویی 40 دلار هست. عرضم به خدمتتون که من یکم هم پودر، یعنی آرد بادوم، بادوم در واقع پودر شده
استفاده میکنم که میدونید بیس باقلواهای ایرانی هست. من بین این رشته های خمیر یک کم هم از این میزنم که در واقع غنیش کنه یا به قول خارجی ها ریچش کنه، خوشمزه ترش هم میکنه. این عقیده من هست. این هم هل هست، چیزی که من به شیره اضافه میکنم، به شیره که میخوام درست بکنم، شیره که میخوام روش بریزم. الان بهتون نشون بدم شیره الان آماده هست. این 1.5 کاپ شکر هست، 1 کاپ آب هست و زعفرون. من اون هل رو هم پودر میکنم، یکم بهش اضافه میکنم. ترک ها و عرب ها این کار رو نمی کنن. اینها نه زعفرون میزنن، نه این هل رو میزنن، نه اون آرد بادوم رو میزنن. اینها رسپی های عموروحامیه، غذاهای عموروحامی. به خاطر این خوشمزه است که ما یکم عوض میکنیم رسپی ها رو، بهترش میکنیم، یکمی توربو شده رسپی ها. حالا من به چه صورت درست میکنم؟ همه توی دیس این رو درست میکنن. من داخل این در واقع قالب کاپکیک بزرگ، اینا بزرگه، کاپکیک ها مثلا اصولا نصف این اندازهشون، این حدودا دو برابره، بزرگتره. چرا من داخل این درست میکنم؟ به خاطر اینکه این پنیر بیشتری بگیره. وقتی این عمقش بیشتر باشه، شما میتونید پنیر بیشتری رو داخلش اضافه بکنید. این هم پنیر ما هست، پنیر ماتزارلای بدون نمک. یعنی وقتی میخواید بخرید بعد برید دقت بکنید که سدیمش 0% باشه. خیلی از اینها سدیم 3%، 4%، 6% سدیم، یعنی نمک. اگه نمک داشته باشه باقلوا خوشمزه نمیشه. باقلوا نباید توش نمک به کار بره، زیاد مزهشو جالب نمیکنه. حالا بعضی ها، حالا کشور عربی ممکن پنیرهای دیگه هم استفاده میکنن. مهم اینه که اون پنیر کش بیاد و نمک نداشته باشه. شما اگه پنیر دیگه ای دسترسی دارید که اون هم کش میاد و نمک نداشته باشه، میتونید اون رو استفاده کنید. بعضی ها یکم قیماق ترکی، حالت سرشیر مانند، اون رو هم اضافه میکنن. ولی همین پنیر ماتزارلای بدون نمک در همه جای دنیا قابل دسترسی هست. اینها از این گوله هایی هست که داخل آب هست. فقط نمکش رو دقت بکنید، همین عالی میشه. امروهام گارانتی میکنه براتون. میریم الان مرحله بعد. من رشته ها رو ریز میکنم، بهتون نشون میدم که چه کار باید کرد. در این مرحله پسته ها رو من آسیاب کردم، در واقع پودرشون کردم. این پنیر ماتزارلا هست که درش آوردم. ما 4 کاپ الان اینجا رشته کاتایف داریم برای اینکه این کرانفا رو درست کنیم. برای 4 کاپ رشته ما حدود 400 گرم پنیر ماتزارلا لازم داریم. میتونیم حالا کمتر بریزیم، میتونیم بیشتر بریزیم، متوسطش اونقدر هست. حالا پسته هم که برای تزیین روشه، میشه داخلش هم یکم ریخت. من یکم از این پودر بادام هم قاطی اینها میکنم که وقتی میخوام همش بزنم این یک کمی مزه بهتری بگیره و خوشمزه تر بشه. این پسته رو هم میخوام امتحانی برای یکی دو تا از این کنافه ها کف قالبمون بچینم که ببینید این هم قشنگ میشه اگر این کار رو بکنید. حالا در این مرحله کاری که باید کرد این هستش که کرمون رو بیاریم و در واقع اضافه بکنیم به رشته های کاتایفمون. این کره آب شدهمون هست. برای 4 کاپ ما 200 گرم کره آب شده احتیاج داریم که این کاملا چرب بشه. به این صورت اینها رو مخلوط میکنیم. من که دستمون کثیف بشه با دو تا چنگال اینها رو هم میزنیم و سعی میکنیم که این کره ها به تمام رشته ها برسه. رشته ها رو هم بستگی داره، بعضی وقتا که میخرید خیلی فشرده است، بعضی وقتا فشردگیش کمتره. تا جایی که میشه بازش کنید. حالا یه جاهایش هم اگر هنوز به هم چسبیده بود خیلی اتفاق بدی نمیفته. بعد اینها حالا من یکم همش زدم، همینقدر دیگه هم لازمه هم بزنید. حالا بیشتر هم همش میزنم که بهتر بشه. مرحله بعد میریم برای چیدنش داخل قالب. این دو مدل پسته هست که برای باقلوا من اینا رو پودرشون کردم. میگفتن که پسته ترکی رنگش سبزتره،
و الان من که پوچ کردم میبینم بله درست میگن، میگه پسته هایی هستش که باریکتر و کشیده تره، بهش میگن پسته ترکیه ای. الان این پوچ شده اون هست، این پوچ شده پسته ایرانیه، حالا یا پسته معمولی مثل پسته مثلا کالیفرنیا. برای باقلوا اون، برای همین ترک ها یک کمی پسته هاشون رنگ دارتره، همین پسته است. خب در این مرحله قالبمون رو با کره چرب میکنیم. یک کار دیگه که حرفه‌ای ها انجام میدن این هستش که یک کمی شیره خرما یا شیره انگور ته قالب، اون قسمتی که قراره بشینه، میریزن. این یک کمی خوش رنگ‌ترش میکنه و خوش طعم‌ترش میکنه. حالا من اونها رو ندارم، من از این شیره میپل میریزم. شیره میپل شیره درخت در واقع افرای کانادایی هست که اینجا خیلی معروفه. از بدنش سوراخ میکنن، از تنه درخت، و این شیره رو میگیرن و یه پروسه ای انجام میدن و این پروسه باعث میشه که یه شهد خیلی شیرینی باشه و این رو خیلی اینجا استفاده میکنن. این رو برای ته اینها من این رو استفاده میکنم برای خوش رنگ شدن، خوش رنگ تر شدن و خوش طعم شدنش. برای چند تا از اینها من پسته خام میریزم چند تا کفشون و بقیه رو هم به روش معمولی درست میکنم. خب این دوتا وسطی ها رو اینجوری درست میکنم، بقیه رو معمولی. اینجاست که مثل آشپزهای حرفه‌ای باید با دست وارد عمل بشید، چون منم حرفه‌ای هم دیگه، عمروهام هم دیگه حرفه‌ای، با دست این کار انجام میدم. این لول اولش رو میریزیم، پرش نمی کنیم چون میخواییم پنیر بذاریم وسطش. این نکته مهندسیش اینجاست. این فکر کنم از زن هلوش 12-14-15 تا به ما کاپکیک بده. این مقداری که داریم درست میکنیم کاپکیک سایز بالا. این پنیر ها رو ریشیش میکنی داخلش. پنیر بسیار حسابی من پر پنیر میذارم که مشتری بشید. این هم از این. حالا همین ستا رو براتون انجام میدم، بقیهشو بعدن که ببینید به چه صورت. بغل ها سعی میکنید پر بشه، پنیر به بغل ها نچسبیده باشه. دستام من شستم، نگران نباشید، هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. اینا رو دیگه نمیشه خیلی با قاشق و اینا درست کرد، بعد این رشته هایی اصلا باز بشه، این لابلا گنجونده بشه به این صورت. اینا رو قشنگ حالا تر تمیزش میکنم. این کلیات قضیه. اینها وقتی همش آماده شد، اینها 25 تا 28 دقیقه با درجه 400 درجه فارنهایت، درجه هست که بیشتر شیرینی ها رو با همین درجه میپزن، میره داخل فر، میاد بیرون و به محض اینکه اومد بیرون اون شیره باید شیره‌ای که داغ نباشه، یعنی سرد هم نباشه، لرم باشه، جوش نباشه اون شیره، وگرنه خمیرش میکنه. اون شیره در همون لحظه باید روش ریخته بشه. اون ستا رو اونجوری درست کردم. این ستا رو روی پنیرش پسته هم میریزم که حالا داخلش پسته ای هم باشه. اینم یه مدله، میتونید از خودتون مدل‌های مختلف اختراع کنید. دستتون از طرف عمروهام کاملاً باز هست در این قضیه. خب الان اینها آماده هست، اینها رو میذارم داخل فر و باز بعد از اینکه از فر در بیاد به شما نشون میدم. خب این باقلوای کنافه ما که بعضیا میگن باقلوا، بعضیا نمیگن باقلوا، از فر در اومد. این گوشهشو میبینید، من یه کمی آلومینیوم بغلشو پاره کردم، چون بعد اینا وقتی توی فر میره آلومینیوم بیاد روش، برای اینکه این سطحش نسوزه. به خاطر همین من آلومینیوم روش گذاشتم، ولی یه گوشه آلومینیومشو پاره کردم که ببین اگه آلومینیوم نباشه چطوری میشه و میسوزه. پس باید روش آلومینیوم باشه،
حدود 28 دقیقه تا 30 دقیقه که توی فر میمونه 7-8 دقیقه آخر آلومینیومشو بردارید که پشتش هم برشته بشه و این تازه از فر اومده بیرون و همین الان ما شیره رو بهش اضافه میکنیم. عالی. این هم به این صورت. خب حدوداً 2 تا ملاقه کوچیک از این شهد در واقع برای هر کدوم از این کنافه ها استفاده میکنیم در این سایز و همین قدرش هم کافیه. بعد اون صدای جلز و ولزش هم شنیده بشه و یکم که این در این حالت بمونه و شیره رو به خودش بکشه، اون وقت یک سینی ظرف چیزی زیرش میذاریم و برش میگردونیم. فقط یکم زمان میخواد که اینها به خورد این کنافه بره و کاملا خودش رو بگیره. همینجور که میبینید اینها رو روش من پسته گذاشتم، پودر پسته ریختم. این الان بدون پودر پسته هست و پودر پسته رو هر وقت بخواید میتونید به اینها خیلی راحت اضافه کنید. سعی کنید از بغلا بیرون نزنه. حالا از کم یا زیاد میشه پودر پسته ریخت. این هم که خود پسته هست و من یک وسطش رو باز کنم برای شما و تونید ببینید که این پنیر ماتزارلای وسطش هست که به چه صورت کش میاد و میتونید میل بفرمایید. تیزی و کارت قلافه، دسر چیه؟ کنافه با زعفرون و پسته، با هل و شکر و برشته، با کره و پنیر اعلا. عمو چه کردی؟ ای والا اگه با این ویدیو خیلی حال کردی، همینجور که این انگشت رو میزنی رو اصل، بزن رو سابسکرایب خوشگله. اگه خیلی مال کردی اون لایک هم بزن که دیگه حیرونت میشم. یا علی.